میتونم پشت تلویزیون یا آیفون یا آیپد. امیدوارم حالتون خوب باشه و در این پرستشم امیدوارم حداقل یک قسمتی آسمون رو لمس کرده باشین یا آسمون شما رو لمس کرده باشه. روز دیروز بود که همینطور در دعا بودم که خداوند الان تقریبا یه دو ماه از ماه یونی ما در مورد بشارت توی کلیسامون صحبت میکنیم و واعظای مختلفی بودن که آمدن اینجا همینطور در این قسمت موعظه کردن، تعلیم دادن، چون خیلی مهمه چیزایی که الان برحال مأموریت کلیساست که باید کار بشارت رو انجام بدیم. شاید باید یه دو ماه در این قسمت کلام رو بشنویم که واقعا جا بیفته. و همینطور هم روز شنبه بود دیروز بعد از ظهر، هنوز نمیدونستم چه موعظه‌ای خواهیم کرد. همینطور از خداوند پرسیدم، خداوند هدف یا تو قلب تو چیه؟ کلیسای ما چه چیزی احتیاج داره؟ چون زمانی که ما میخواییم کار بشارت رو انجام بدیم برای باید یک شوقی در ما باشه، نه؟ درسته؟ من نمیتونم فقط مثل یک وظیفه بتونم بشارت بدم. اگه میخوای یه چیزی رو میخوای بفروشی به یه کسی، باید واقعا ارزش این چیز رو باید داشته باشی، چقدر مهمه، و خودت هم باید اینطوری لذت ببری، الان هر چیزی میتونه باشه، که زمانی که تبلیغ میکنی بتونی واقعا با شوق تبلیغ کنی. درسته؟ و زمانی که فقط یه چیزی رو به دست آوردی، فقط اصلا هیچ شوقی اونجاش نداری، ارزشش رو نمیدونی، طبق اینم تبلیغ میکنی. اون شخص هم که میخواد بخره به چهره تو نگاه میکنه، ببینی اصلا شوقی نداری، اصلا مثل میخواد یه چیزی رو بفروشه فقط پول در بیاره. موافق هستین؟ فقط یه چیزی که من میخوام واقعا بفروشم، واقعا ارزشش رو میدونم، تعریف میکنم، یعنی از چشمای من مشخص میشه تو باید اینو داشته باشی، اگر نداشته باشی یه چیزی کم داری. و این با تمام بدن زندگیمون میخوایم اینو نشون بدیم و تبلیغ کنیم و بگیم که تو اینو احتیاج داری. و به این خاطر زمانی که این شوق در ما به وجود نیامده باشه و درست ارزش انجیل رو شاید یک زمانی که ما ایمان آوردیم به عیسی مسیح داریم، فقط یه جوری از دستمون دادیم، فقط بعد از یه مدت شاید اگم بشارت میدیم اونم چی میگم بدون اشتیاق، بدون شوق انجام میدیم، به یک وظیفه ای میشه. به این خاطر زمانی که از خداوندم پرسیدم، گفتم خداوند چیه مشکل، چیه، چرا الان ما میتونیم الان یک سالم در مورد بشارت صحبت کنیم فایده نداره، همه میشنویم و میگیم آمین آمین، میان جلو ما دستگذاری میکنیم، میگیم اوکی یکم یه لمسی شدم، بعد از این همین در راه خونه همه چی رو از دستشون میدم، بعد از این زمانی که ما آمدیم خونه دیگه هیچ چیزی رو دیگه توی جیبمون نیست. و یه چیز دیگه هم هست که یه جوری احساس میکنم اینطوری یک سردی هم در قلب ما به وجود آمده، این بگم این محبت اولی رو محبت نخستین رو یه جوری از دست دادیم. یادتون هست زمانی که ایمان آوردین، زمانی که عیسی مسیح وارد زندگی شما شده، این بارهای گناه ما برداشته شده، یک شادی آمده، دهنمون باز شده برای پرستش، قربون صدقش می رفتیم، می آمدیم کلیسا، کتاب مقدس رو می خوندیم و دنبالش بودیم. و می بینیم که به هر حال بعد از یک مدت، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال دیگه این شوق، نمی خواهم بگم همه، فقط اکثریت ایماندارا هستن، یه جوری از دستشون دادن، فقط وارد یک کلیشه‌ای میشیم دیگه، همه چی برای ما کلیشه میشه، شوق از بین میبره. به این خاطر ما شهادت هم نداریم، به این خاطر ما هم اینطور
بشارت هم نمیدیم، در مورد عیسی مسیح تعریف نمی کنیم، همسایه خودمون اصلا نمیدونن ما مسیح هستیم یا مسیح نیستیم، حتی جایی که کار میکنیم اصلا هیچ اطلاعی ندارن، چون هیچ درخشش این شغل از بین رفته، فقط یک وارد یک چی میگم یک چیز عادی شدیم، یک کلیشه شدیم. به این خاطر همینطور که دعا میکردم از خدا من میپرسم مشکلش چیه، مشکل چیه، چرا قلب ها اینطوری سرد میشن، چرا افراد میگن من چیزی نمیگیرم، خدایا ما چه کاری کنیم، میخوایم یه جشنی بکنیم، یه کاری انسانی بکنیم که بتونیم بگیم ببین این باید یه اتفاقی باید بیفته. و احساس کردم که خداوند گفته که چون قوم من در پرستش من زندگی نمی کنن، چون روش زندگی که باید پرستش باشه از دست دادن، چون مثل اینکه نقشه من، فکر من و هدفی که برای ایشان دادم از دست دادن، نمیدونم برای چی زندگی میکنن، همه چی برای قسمتی شاید خدمت شده، وظیفه شده. و اینجا واقعا خیلی احساس قوی می کردم که خدا میگه که من میخوام قوم من دوباره واقعا وارد یک روشی بشه که واقعا در پرستش بتونن هر روز زندگی کنن. به این خاطر موضوع امروز اینه که پرستش شیوه زندگی. یادتون هست زمانی که این فکر رو کرده بودم همینطور میخواستم موعظه رو آماده کنم، یهو یادم افتاد که ما سال 2023 رو چطور شروع کردیم. یادتون هست همین اولین جلسه هم بود که تو این کلیسا با نسرین با هم اینجا این موعظه رو کردیم که برای سال 2023 چه اعلامی کردیم. سال یادتون هست؟ سال پرستش بود. گفتیم که امسال 2023 سالی که نام پادشاه ما عیسی مسیح برافراشته و تجلیل شود، سال شکرگزاری. ما اینو اعلام کردیم. یادتون هست؟ الان یادتون آمد نه؟ ما فراموش میکنیم. الان میبینم که به هر حال زمانی که ما در مورد بشکار بشارتی که فکر کردم که خداوند مشکل چیه، میبینم که چون شوق انجیل، این اشتیاق رو یه جوری از دست دادیم، در شوق گذاری زندگی نمی کنیم. و ما درست زمانی که ما میخواییم بشارت بدیم احتیاج به کلام خداست، با کلام خداست که انجیل رو بشارت میدیم. فقط همزمانم اینجا دعا و پرستشه، چون دعا و پرستش یک سلاحی هست، یه اسلحه‌ای هست که ما میتونیم استفاده کنیم. و زمانی که اینو انجام ندیم فایده نداره، همینطور ما خاموش میشیم. به این خاطر امید من امروز، امید من و همینطور امید نسرین اینه که واقعا این فتیله نیمسوز امروز خداوند به وسیله روح القدس در قلبای ما روشن کنه، که یواش یواش بتونیم روز به روز در زندگی روزمره ما در پرستش زندگی کنیم، روش زندگی ما باشه. همینطور که ما صبحانه میخوریم، نهار میخوریم، شام میخوریم، یا همینطور هم زندگی روزمره ما پر از شکرگزاری و پرستش باشه. مهم نیست در چه موقعیتی ما قرار گرفتیم، مهم نیست در چه فشارهایی، مهم نیست که چه مشکلهایی در زندگی ما اتفاق بیفته، زندگی ما عزیزان باید روز به روز، یعنی روش زندگی ما در پرستش، در شکرگزاری باشه. این یک دستوری نیست از من، چون توی زمانایی بود که در مورد پرستش صحبت میکردم گفتیم که پرستش یک زندگی هست که تا ابد طول میکشه. ما اینجا در این دنیا با پرستش رو میکنیم زمانی که ما میاریم به عیسی مسیح، و خدمت ها، تمام چیزهایی که در این دنیا انجام میدیم یک روز به پایان خواهد رسید. فقط پرستش تا ابدالآباد ادامه خواهد داد. آمین.
زمانی که نگاه میکنیم در مزمور 149 و مزمورهای زیادی هستن که در مورد پرستش و گذاری صحبت میکنن و اینجا میخوایم نگاه کنیم ببینیم چقدر چه اقتداری یا چه قدرتی هست این پرستش و میگه که هللویا خداوند رو سرود تازه به سرایی و تسبیح او رو در جماعت مقدسان اسرائیل در آفرینده خود شادی کند و پسران صیون در پادشاهی خیش وجد نماید. این چیزی بود که امروز سعی کردیم انجام بدیم. این خاطر گفتم بیستیم دست بزنیم با تمام روح و جان و نفس و بدن خودمون پرستش کنیم با دست زدن و همینطور هم میگه آفرینده خود شادی کنیم و پسران صیون در پادشاهی خیش وجد نمایند. نام او رو با رقص و تسبیح بخوانیم، با بربط و اوف. امروز چه سرودی کردیم؟ با بربط و اوف سرود خوانیم. یا این از مزمور همون 149 است. به سرایم زیرا خداوند از قوم خیش رضامندی دارد، مسکینان را به نجات جمیل می سازد، مقدسان از جلال فخر می نماید و بر بسترهای خود ترنم بکنند. تسبیحات بلند خدا در دهان ایشان باشه و شمشیر دو دم در دستای ایشان. تسبیح‌های بلند خدا در دهان ایشان باشه، یعنی با پرستش میکنه و شمشیر دو دم در دستای اون. نشانه اینه که زمانی که ما شروع میکنیم به پرستش شکرگزاری کردن، یک سلاحی است، یک جنگی هست که ما اونجا انجام میدیم تا از امت‌ها انتقام بکشند و تعدیب‌ها بر توایف بنمایند و پادشاهان ایشان را به زنجیرها ببندند و سروران ایشان را به پابندهای آهنی. منظور اینه که زمانی که ما شروع میکنیم به کار بشارت دادن، عزیزان، معمولا ما باید نگاه کنیم ما وارد قلمروی شیطان میشیم، چون افرادی که الان نجات پیدا نکردن قلباشون هنوز در زیر دستای ایشانه و زمانی که ما میخوایم کار بشارت رو انجام بدیم و موعظه یا تعلیم میدیم بدون اسلحه، بدون پرستش و شکرگزاری و دعا، اونجاست که موفق نخواهیم شد، چون پرستش و دعاست که زمینه رو آماده میکنه که وارد بشیم و این قلب‌ها رو خدا بتونه به دست بیاره و نجات بده. الان در این دنیا هم هستن، زمانی که الان اوکراینایی که نگاه میکنیم این جنگی هستن، اونجا چه چیزای استفاده میکنن؟ این تانک‌های احتیاطی میکنن، استفاده میکنن و همینطور موشک‌ها. اول همینطور این بمب‌ها رو میندازن و بعد از این وارد این قلمرو میشن، درسته؟ و زندگی ما از طریق روحانی هم اینطوریه. ما با پرستش و شکرگزاری، و در عهد عتیق داستانهای زیادی هستن چطور قوم اسرائیل با پرستش و شکرگزاری دیوارا رو فرو ریخت، دیوارای دشمن اریخا، و همینطور یوشفات رو نگاه میکنیم. پس اینجا میبینیم که پس پرستش فقط سرود خوندن نیست، بلکه در پرستش اتفاقاتی میفته در آسمون و همینطور هم در زندگی ما و تأثیر میذاره روی زندگی ما. پس پرستش و دعا یک سلاحی هست و اگر ما اینو یاد نگرفته باشیم که دائما، نه فقط روزای یک شنبه که جمع بشیم اونجا پرستش میکنیم، اگه یاد نگرفته باشیم زندگی ما، روش زندگی ما پرستش باشه، مشکل خواهیم داشت در زندگی خودمون. عزیزان، اینو به شما واقعا میتونم بگم با تمام دل 100% میدم، مشکل خواهیم داشت اگر زندگی ما روزمره در پرستش و شکرگزاری نباشه. اینو خواهیم دید امروز. به هر حال ما اینطوری یاد گرفتیم، ما فقط خدا رو تشکر، از خدا من تشکر میکنیم، شکرگزاری میکنیم زمانی که خدا به ما برکت میده. هللویا. زمانی که دعا میکنی خدا دعای تو رو میشنوه، بعد از این بیای بگی هللویا، شکر بر تو، جلال بر نام تو. یا بعضی وقت هم همینطور میایم کلیسا، اونجا پرستش میکنیم و در زندگی روزمره ما اونجاست که ما رشد میکنیم، اونجاست که خدا شروع میکنه به کار کردن. زمانی که اونجا به هر حال این پرستش، این مذبح پرستش روشن نشه دیگه، اون موقع یواش یواش شیطان میاد با فکرای ما شروع میکنه، قلب ما، احساسات ما رو خاموش میکنه و به این خاطر موفق نخواهیم شد و همینطور هم برای این شادی رو، آرامش، این تمام چیزها رو از دست میدیم. و
و توصیفات زیادی هست در مورد پرستش. یه قسمتش همینطور چیزایی هست که مربوط به جنگ و در مربوط به دعا و شفاعت و اینطوری چیزایی هستن. فقط الان میخوام درست متوجه بشیم که پرستش چه، در پرستش چه چیزایی هست که الان اتفاق میفته و همینطورم روش زندگی ما در روزمره چطور باید باشه با پرستش. اینجا میگم بنابراین وقتی چیزی را تسبیح یا تحسین و تمجید میکنیم، آن را تایید میکنیم و بدین وسیله قدردانی خود را ابراز میکنیم. وقتی چیزی رو ما تشکر میکنیم، شکرگزاری میکنیم، آن را تایید میکنیم و بدین وسیله قدردانی خود را ابراز میکنیم. یعنی که ما آنچه را تحسین و تمجید میکنیم میپذیریم و با آن موافق هستیم. فهمیدین؟ زمانی که یه هدیه میگیرین، این هدیه رو ور میدارین و قدردانی میکنین و میگین میدونی که واقعا یه چیز خیلی عالی، تشکر میکنین و تایید میکنین، میگه که این هدیه رو به دست آوردم، قدرش رو میدونم، به این خاطر تشکر میکنم. و اونجا میگه که من موافق هستم. بنابراین وقتی خدا، الان وارد این قسمت، خدا رو برای یک موقعیت دشوار یا ناعدالتی هایی که در زندگی ما میفته، یا یک بیماری هست، یا شرایط بد می ستاییم، در واقع به این معنی هست که شرایط خود را به عنوان بخشی از برنامه خدا برای زندگی خود میپذیریم و با آن موافق و راحت هستیم، قبول میکنیم و میگیم آمین. متوجه شدین؟ زمانی که الان در هر موقعیتی من قرار گرفتم، خدا را پرستش میکنم، با این پرستش نشون میدم خداوند این موقعیتی که من قرار گرفتم از تو تشکر میکنم، خوبه، بعد طوفان و تاریکی موافق هستم، آمین میگم، چون میدونم پشت این تو هستی. به این خاطر تشکر میکنم، نه به خاطر اینکه حالم خوبه، نه به خاطر اینکه همه چی عالی پیش میره، نه، من پرستش میکنم، شکرگزاری میکنم، چون میدونم که تو هستی که سرنوشت منو ورداشتی، تو هستی که مسئولیت زندگی منو ورداشتی و تو هستی که بهترینشو برای من میخوایی. به این خاطر این تسبیح، این پرستش، شکرگزاری این معنی رو میده. من پذیرفتم خداوند زندگی خودم رو. فقط متاسفانه برحال ما ایماندارا چون اصلا کلن هدف خدا رو درست برای زندگیمون نمیدونیم، به این خاطر پرستش ما رب میدیم به زندگی ما، حال ما چطوره. موافق هستین؟ اگه کسی موافق دستشو بلند کنه. ما اینطوری هستیم. به این خاطر خدا گفته قوم من منو در راستی پرستش نمی کنه. به این خاطر این شادی رو، این آرامش رو، این زوج شوق رو از دست داد. دور خودش میچرخه، فقط سب میکنه یه اتفاقی بیفته که منو پرستش کنه. و زمانی که اینو ما پذیرفتیم، یعنی زمانی که خدا ما رو به یه جاهایی قرار میگیره که واقعا زیر کنترل ما نیست، همه چی از کنترل ما خارجه، اون موقع هست که عزیزان ما با خودمون آشنا میشیم. چقدر من واقعا نقشه خدا رو برای زندگی من فهمیدم؟ چقدر من اعتماد به خدا دارم که منو درست هدایت میکنه؟ میگم زمانی که حالمون خوب باشه، زمانی که واقعا یک برکت پشت یک برکته، برحال اینجا کاری بزرگی نمی کنیم که خدا رو بپرستیم. و زمانی که در این زمانی که خدا شروع میکنه کار کردن، خدا مثل فرزند با ما رفتار میکنه، حرومزاده نیستیم. خدا ما رو خیلی جدیتر گرفته از اینکه ما خدا رو جدیتر گرفتیم. خدا از همه چی، از تمام فکرایی که هنوز در تو به وجود نمواده او اطلاع داره. تو انبارهای نفس خودمون اونقدر آشغال داریم عزیزان
و فکر میکنیم دیگه همه چی اوکی شده. خدا میگه نه، من باید تو رو طاهر کنم، آماده کنم که یک روز جلوی من بیستی، طاهر بدون لکه جلوی من بیستادی. به این خاطر با تو اینطوری رفتار میکنم، به این خاطر تو رو توی میگم تاریکی قرار میدم که با خودت آشنا بشی، به این خاطر تو رو اجازه میدم توی این مشکلایی قرار بگیری که این غرور، این کله شقی هایی که در تو شکست بخوره، این لکه های گنده است. یک روز جلوی خداوند ایستاده میگه که در مورد عروس که صحبت میکنه، عروس با لباس سفید بدون لکه جلوی او ایستاده و زندگی خودش رو دوست نداشت تا آخر، مقدس. به این خاطر خدا در این قسمت شروع میکنه به کار کردن. و زمانی که یک کسی که یاد نگرفته باشه در سختی ها، در طوفان ها، در تاریکی خدا رو پرستش کنه، پس هنوز انجیل پادشاهی خدا رو نفهمیده، نمیدونه به چه دلیلی خدا تو رو نجات داده، چه برنامه بزرگی خداوند برای تو داره. به این خاطر نق میزنیم و برای چی دعا، برای پرستش کنم، چرا حال منو ببین چطوره، چرا خدا، چرا. این افرادی هستن که میگم که درست انجیل پادشاهی خدا رو نفهمیدن. و خدا امروز میخواد به هر حال یه چیزی رو در تو روشن کنه. به این خاطر زمانی که یه کسی واقعا در این، همین که گفتش، زمانی که از تمام کارهای خداوند چیز هستم، آمین میگم به خداوند، همینطور که خوندم دوباره میخونم، شرایط خود رو به عنوان بخشی از برنامه خدا برای زندگی خود میپذیرم و به آن موافق میگم. خدا آمین، کاری که میکنی بهترینشه، من در آتش میسوزم، درد به وجود بیاد فقط شک میکنم، بهترینشو برای من داری. و تو این موقعیتی هست که واقعا ایمان ما به امتحان میاد، که واقعا باور میکنیم که خدای ما خدای قادر مطلقه و برای هیچ چیزی برای او غیر ممکن نیست، همه کارا رو میتونه انجام بده. او میتونه از یک بیابونی یک باغ عدم بسازه، در تاریکی نور میاره، در بنبستی درهای باز میکنه. این محبت خداست که خدا ما رو در این قسمت قرار میده که بیشتر و بیشتر عظمت خودش، جلال خودش رو به ما نشون بده. و اونجاست که ما هنوز اگر اینو نفهمیدیم اونجا شک میکنیم. و همینطورم خدا به هر حال در این قسمت هایی که ما رو قرار میده، و زمانی که میگم اوکی خدا من آمین، پس میتونم بگم شکی به محبت تو ندارم. کسی هست که بگه آمین؟ خدا میخواد به یادمون بیاره که برای چی من تو رو نجات دادم، هدف تو چیه، چه بهایی پرداخت کردم که تو رو به یک مکانی بیارم که تو فکر نمی کنی. و میخوام یه جایی تو رو ببرم واقعا خوشی تو کامل باشه. و زمانی که از خداوند این چیزا رو فهمیدم و میگم خداوند من موافق هستم در هر جا که من رو قرار داری، از تو تشکر میکنم، آمین به تو میگم، زمانی که ما شکرگزاری میکنیم، پس زمانی که شکرگزاری هست، پس همزمانم شادی هم هست. چون نگاه نمیکنی به وضعیت خودت الان، بلکه نگاه میکنی به چیزی خدا در تو انجام خواهد داد. آینده خودت رو نگاه میکنی و میگی خداوند الان هیچ چیزی در خودم نمیبینم، فقط الان نه شادیه که الان میگم که الان شاد هستم و وجد میکنم، الان احساساتی، نه، شادی من اینه که خدا طوری عمل میکنه، چه چیزی خداوند از من خواهد ساخت. شکرت میکنم خداوند، یک روز جلوی تو خواهم ایستاد. شکرت میکنم خداوند، این تاج جلال رو برای من آماده کردی و یک روز روی سر من خواهی گذاشت. شکرت میکنم خداوند، اونقدر تو منو دوست داری که جدی با من رفتار میکنی. شکرت میکنم خداوند، به یه جایی رسوندی که یهو گناهایی در من دیدم که اونقدر وحشتناکه
که خودم از خودم میخوام فرار کنم و مرسی که نشون دادی که منو آزاد کنی. این آتش باید قرار بگیره که تمام این آشغالی که در این میگم در ما قرار گرفته روشن بشه، همینطور که طلایی که چیز میکنن زوب میکنن یا آتشش زیاد میکنن که آشغالای بیرون بیاد. و ما از اینجا هستیم که باید یاد بگیریم در این پرستش زندگی بکنیم. زمانی که آشغالا میان واقعا خوش آیند، نه چی میگن، خوشی به وجود نمیاره، درد به وجود میاره. نه عزیزان، بدترین دردی که من میکشم از خودم میکشم که زمانی که به خودم نگاه میکنم میگم من کی هستم. فقط همزمان با این امید میدونم که خدا زمانی که منو نجات داده میدونسته من کی هستم. خدا سپریز نشد بگه وای کی رو من نجات دادم، دوباره بندازم تو دنیا. نه، هنوز که هنوز من هیچ فکری، هیچ ایمانی به خدا نداشتم. خدا میدونست چقدر خرابم. و بعضی وقت واقعا عزیزان زمانی که میخوام شکرگزاری کنم الان بگم که حال من اونقدر تو این چند مدت خوب نبود، فقط من گذشته رو نگاه میکردم میگفتم خدا من واقعا چی بودم، چه مرد مریض، واقعا مریض، یعنی کلامی وجود نداره. زمانی که نگاه میگم بدم میاد، میگم چی بودم آخر. به این خاطر الان نگاه نمی کنم الان موقعیت من چی داره، نگاه میکنم چی بودم و چطور منو نجات داد، فقط شکرگزاری میکنم. نگاه نمی کنم در حال حاضر، نگاه میکنم چی بودم، همینطور نگاه میکنم چی خواهم شد. و الان در آتش اونجا میسوزم، میگم خدا رو شکرت میکنم، جلال به تو میدم، نمیفهمم و تو به منم نخواهی گفت. فکرایی که برای تو دارم فکرای شگفتنگی هستن، راهایی که دارم راهای تو نیست، فکرایی که دارم فکرای تو نیست. آلبرت فکر نکن، ول کن خودت رو، رها کن خودت رو، باور کن من چه کاری خواهم کرد. و این اوتوماتیک در این حال هر روز میتونم زندگی کنم. و میگم که فکر نکنیم ما شبانان اینجا همه از جلال به جلال پرواز میکنیم، نه، همینطور ما میبینیم ما رو میبره به انبار. اونجا باید یاد بگیریم، خودمونم باید یاد بگیریم، فکر نکنیم ما بهتر هستیم. همون رایی که همه ما باید بریم. خود پولس درد و رنج میکشید، میگه هر روز ما میبینیم فقط مرگ ما برایش ما حیات میشه. به این خاطر این موعظه باعث بشه که یه تکونی در ما بخوریم و همینطور هم خودمون رو رها کنیم. ول کن خودت رو، شروع نکن اونقدر دخالت کنی، یه چیزی باشی، یه چیزی بکنی. در کلام بمون، خودتو از گناه کنار بکش اونطوری که با قدرت خدا، با فیض خدا میدونه. بقیه کار بذار خدا بکنه. خودتو رها کن، ول کن خودت رو، باور کن این کاری که شروع کرده اونم به پایان میرسونه. یه جایی نوشتم در فیلیپیان باب 1 آیه 6 میگه چون که به این اعتماد دارم که او که عمل نیک را در شما شروع کرده است، آن را تا به روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسید. او که این کار رو در تو شروع کرده، زمانی که ما کور و کر رو از رحمت خدا بیرون بودیم، او که این کار رو در تو شروع کرده، عمل نیکو در شما شروع کرده، تا آن روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. و چون برحال ما این روش رو یاد نگرفتیم و هنوز اونقدر
تمرکز به زندگی خودمون، به حال خودمون ببینیم، نرماله که ما اصلا نمیتونیم در شادی زندگی کنیم، در پرستش زندگی بکنیم. در اول تسالونیک باب 15 باب 5 آیه 16 تا 18 میگه که همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید، در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا که این خواست خدا برای شماست در مسیح عیسی. آتش روح رو خاموش مکنید. همیشه شاد باشید. برای همیشه شاد باشید میدونم. من منظوری نیست که الان صبح شادم. منظوری نیست. یک شادی روح القدسه که هر شخص برای خودش باید پیدا کنه. شادی من اینه که امروزم روح القدس هست در من، با من. امروزم درسایی هست که من باید یاد بگیرم. امروزم میدونم آینده من، سرنوشت من، همه چی آماده هست. خدا همه چی رو آماده کرده و امروزم میتونم با روح القدس ملاقات داشته باشم و در هر وضعی شکرگزار باشیم. اینجا میگه در هر وضعی، یعنی هر وضعی، یعنی هر وضعی، مشکل، طوفان، آتش و هر چیزی که میدونه. باید همینطورم در افسوسیان باب 5 آیه 20 هم نوشته و پیوسته به جهت هر چیز خدا رو، خدا و پدر رو به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنیم. برای چی؟ پیوسته به جهت هر چیز، نیک و بد. من توی اتاق خودم اونجا یک چیزی نوشتم، سعی میکنم هر روزم اینو بخونم، که اونجا هم یک نکته هست که هر دفعه میخونم اینو اعلام میکنم. چند تا چیزایی هستم و یه دونه هست که خدا، من امروزم از تو تشکر میکنم و هر چیزی که در زندگی من امروز اتفاق میفته، خوب و بد، از تو تصمیم گرفتم بپذیرم و مرسی که منو در این حال هدایت میکنی. من پذیرفتم، هنوز بدی نیومده، فقط بدی رو پذیرفتم. فا زمانی که برای بعدی میاد درده. فا زمانی که میپذیرم، شکرت میکنم، مرسی در حال کار هستی. و زمانی که عزیزان اینو نپذیریم، یا بیشتر بگم که در این حال، در این روش زندگی میکنیم، اوتوماتیک دیگه، زمانی که به خودمون نگاه میکنیم، به خدا و به وعده های خودش، نه، نگرانی میاد، ترس میاد، افسردگی میاد، غم میاد، ایماندارا ها، بی تفاوتی بیاد، بی حالی بیاد، سردرگمی بیاد. و این وضع کلیساها ایماندارا هست اکثریت، چون در پرستش نیستن. و زمانی که در هر حالی که هستیم، همینطور که گفتیم، برای هر جهت هر چیز خدا رو پرستش میکنیم، مهم نیست الان کجا هستین، چه موقعیتی هستین، زمانی که ما شروع میکنیم، اونجاست که شوق زندگی، شادی، گرایش، شفافیت، نور، امید وارد زندگی ما میشه. هیچ چیزی عوض نشده و در تو اتفاقی میفته. اگه کسی موافق هست بگه آمین. در ما اتفاق میفته. یعنی پرستش این نیست که فقط یه چیزی انجام میدیم برای خدا. زمانی که این کار رو انجام میدیم، در ما یه چیزی اتفاق میفته. اینجاست که شوق به وجود میاد، اونجاست که بگم آرامش، شادی، وجه به وجود میاد. من احتیاج نیست همه چی رو بفهمم و خدا هیچ موقع برنامه خودش رو، نقشه خودش به تو نشون نمیده، چون اگر نشون بده هیچ موقع نخواهی رفت. و پرستش هم اینطوری هم نیست که فکر نکنی که باشه و که الان خداوند رو پرستش میکنم یه آخر یه چیزی رو به دست بیارم، مثل که معامله میکنی. این هم نیست. پرستش یه چیزی هست که از قلب تو باید به وجود بیاد و بدانی که به جهت آنانی که کلام خدا اینجا میگه، در رومیان باب 8 میگه و میدانی که به جهت آنانی که خدا رو دوست دارند، دوست میدارن و به حسب اراده او خوانده شدن، همه چیز ها برای خیریت ایشان با هم در کار هستن. عزیزان کیا هستن که این آیه رو میشناسن؟ همه ما میشناسیم. فقط زمانی که وارد میشیم، اون موقع هست که این کلام رو باید ورداریم. همه چیز برای خیریت او، بدی، طوفان،
تاریکی، آتش، ناعدالتی میشه با تو، افراد میان گول میزنن، گول میخوری، خرابی میکنی، تو خودت اشتباه میکنی، شکست میخوری. زمانی که شکست میخوری یه بار، دو بار، سه بار، آخر فکر میکنی و فکر نکنین تو فکر من هم این چیزهای میان، منفی، چیزهای منفی میان. آلبرت به درد تو دیگه، زمان تو تمام شده دیگه، دقیقا پیر شدی دیگه، باید بکسری بکشی کنار، الان دیگه از به دست دیگه خدا نمیتونه از تو استفاده. این تمام اینجا آشغالایی هستن که میان و زمانی که باور کنم واقعا پیر میشم. پس سعی میکنم اعلام مثبت رو انجام بدم. یک آیه هست تو کتاب مقدس که میگه که پیری منو خداوند تو باره جوان میکنه. سعی میکنم اینو بردارم، این حقیقت رو اعلام کنم. بعضی وقت همینطور با نسرین همینطور هم دیگه رو دلداری میکنیم. پس اگه تو الان در حال حاضر در مشکلهایی قرار گرفتی و هر جایی که الان خداوند گذاشته، سعی کن باور کنی و موقعیت تو رو قبول کنی و او رو پرستش کن به خاطر خودش، به خاطر محبت خودش، به خاطر فکرایی که عالی داره برای تو. خداوند تو گفتی فکرایی که آلبرت برای تو دارم فکرای خوب و شگفت‌انگیز هست، یک آینده‌ای برای تو آماده کردم و یک روز با من روی تخت خواهی نشست و سلطنت خواهی کرد. و ما میدونیم که رنج های این دنیا، درد و آتش این دنیا مقابل این جلالی که ما یک روز به دست خواهیم آوردن هیچ چیزی هست. این اعلام رو میکنیم و میگه مرسی خداوند. این کلامی که خود پولس اونجا اعلام کرده، خودش زندگی کرده. به این خاطر یه چیزی باید باشه، یه پرستش زندهی باشه، یه فرمولی نیست که ما فقط انجام میدیم، یه جادویی نیست که ما انجام میدیم الان یه چیزی رو به دست بیاریم. ما پرستش که میکنیم تصدیق شادی از شرایط کنونی به عنوان بخشی از اراده کامل و محبت آمیز خدا برای ماست. ترجمه گوگل: ما خدا را برای آنچه در آینده انتظار داریم ستایش میکنیم. ستایش نمیکنیم، ببخشید ترجمه کردم. ما برای آنچه که در آینده انتظار داریم ستایش نمیکنیم، بلکه او را به خاطر خودش، محبتش، برای نقشه‌هایش، برای اینکه او در جریان هست و در حال حاضر ما کجا هستیم و پذیرفتیم ستایش میکنیم. و زمانی که عزیزان این باور رو میکنیم در این حال، اونجاست که یک اتفاقی در تو میفته. امید وارد میشه، شادی وارد میشه. در مزمور 22:4 میگه که و اما تو قدوس هستی که در تسبیحات اسرائیل بر تخت نشسته ای. این برای من اونقدر زیباست. تو قدوس هستی که بر تسبیحات، الان میتونی اسم خودت رو اینجا بذاری، بر تخت نشسته ای. برای من اینطوریه که زمانی که من پرستش میکنم، مثل این که تخت خدا رو روی زندگی من بلند میکنم. و زمانی که تخت یعنی سلطنتی عیسی مسیح، پادشاهی اوست، اوست که حکومت میکنه، او که همه چی رو میبینه، اوست که سرنوشت زندگی من رو به دست آورده، او که برای او هیچ چیزی غیر ممکن نیست، او که واقعا میتونم معجزه هایی میکنه که من در فکرم نکردم و نمیتونستم بکنم. زمانی که پرستش میکنم، این تاج، این تخت او رو میارم روی زندگی خودم و اعلام میکنم تو هستی حکومت میکنی. نه موقعیتی که منو قرار گرفت، نه افرادی هستن که آمدن گول زدن، افرادی هستن با من این کار رو کردن، بلکه تو
رو همه چی هستی. نام تو رو برمی افرازم خداوند رو زندگی خودم، نام تو رو برمی افرازم روی زندگی ازدواج خودمون، و میتونی بگید روی خانواده خودمون، زن ها مرد ها هستن که مشکلهایی دارن یا خانواده، دعا میکنیم. درسته، فقط مهمتر از همه چیز پرستش ماست که بلند میکنیم و میگی فعل حقیقی خداوند تو پادشاهی میکنی در زندگی من، در زندگی نسرین، در زندگی ازدواجمون، در زندگی خانوادهمون، تو هستی که پرستش میکنی. نگاه نمیکنم موقعیت رو، به این خاطر اعلام میکنم پادشاهی تو رو. چقدر طول میکشه، چه طوفانهایی خواهند آمد، مهم نیست، تو سلطنت میکنی، پادشاهی تو تا ابده برای زندگی من. این پرستشی هست که تأثیر میذاره روی زندگی تو، و این پرستشی هست که زندگی ما رو عوض میکنه. این پرستشی هست که زمانی که میایم توی کلیسا، زمانی که ما شروع میکنیم پرستش کردن، واقعا همه در واقعا با شادی، با وجد، با رقص شروع میکنیم پرستش کردن. بعضی وقت هست که میگم من میایم اینجا تو کلیسا تقریبا یه 15 دقیقه وقت داریم، وقت میگذاریم تا گرم بشیم. بعد معمولا یه کسی که در پرستش، در زندگی خودش در پرستش، در این حال میاد اینجا، چون روش زندگیش پرستشه. و این چیزی هست که خدا توی قلب من گذاشته، عزیزان در میون بذارم، که واقعا دوباره شروع کنیم در مورد خواندگی ما، در مورد نجات ما فکر کنیم. خدا چرا تو رو نجات داده؟ برنامه او، نقشه او برای زندگی تو نگاه کنی و برای یاد بگیری، برای همه چیز خدا رو شکر گذار باشی. صبح زود که بیدار میشید، زور تو ماشین، هر جایی که هستی، من فقط همینطور در پرستش، در شکر گذاری هستم سر سلامتی. برای همدیگه، برای این کلیسا، اونقدر زیاد دلیلایی هست که ما میتونیم پرستش کنیم، شکرگزاری کنیم. من بیشتر راستش بگم، اگر نرمال نگاه میکنم 80% بیشتر پرستش میکنم، شاید 20% دعا میکنم. امروزم به نسرینم گفتم احساس میکنم مثلا درستم نمیتونم دعا کنم، فقط در پرستش فقط میتونم خدا رو دائما در هر حالی هستم خدا رو شکر کنم، تشکر کنم، حداقل هیچ چیزی هم نداشته باشم برای سلامتی خودم. و واقعا اینو با تمام دل میگم، نه اینطوری توتیواری میگم. مرسی برای کلیه ها من که کار میکنن، مرسی که روده میگن نیغن کلیه، مرسی برای کلیه من که کار میکنه، هنوز مشکل ندارم. مرسی که معده من درد نمیکنه، مرسی خدا، واقعا قدرشو میدونم. الان هیچ چیزی ندارم دعا کنم، حداقل برای این دعا میکنم، از خدا من تشکر میکنم. زندگی ما عزیزان باید یاد بگیریم هر روز در پرستش. اون موقع هست که این سردی که در تو هست گرم میشه، گرمتر میشه، گرمتر میشه. اون موقع احتیاج نیست که یه کسی بیاد تو رو گرم کنه یا تو رو بیدار کنه دیگه، در اون روح القدس تو رو شروع میکنه به گرم کردن، اشتیاق به وجود آوردن. و زمانی که اینجا آمدی با این گرمی، با این پرستش مطمئن باش، زمانی که خدا صحبت میکنه واقعا وارد قلب تو میشه و مکاشفه های به دست میاری، چون قلب تو آماده کردی، نورانی شدی. یک آیه بخونیم بعد از این دوست دارم با شما بریم دوباره پرستش. دو سه تا سرودهای آماده کردم، احساس میکنم خدا این سرودها رو داده که بتونیم اینو بخونیم. و این آیه رو میخوام با هم بخونیم از مزمور 95. خیلی آیه های، خیلی مزامیر هایی بودن که خیلی عالی بودن، فقط برحال اینو انتخاب کردم. الان میتونیم اینو با هم بخونیم، میتونیم بخونیم، اینجا دیده میشه، حاضر هستین؟ شاید خوب میشه با هم بیستیم اینو بخونیم و بعد از این وقت کوتاه برای دعا داشته باشین که خدا در با شما چه صحبتی کرده امروز. بعد از این میتونیم بریم تو پرستش. با هم بگیم: بیایید خداوند را بسراییم،
و صخره نجات خود را آواز شادمانی دهیم، به حضور او با هم نزدیک بشویم و با مزامیر او را آواز شادمانی دهیم، زیرا که یهوه خدای بزرگ است و پادشاه عظیم بر جمیع خدایان. نشانه های زمین در دستای وی است و فرازهای کوه ها از آن او، دریا از آن اوست، او آن را بساخت و دستای وی خشکی را مسئول نمود. بیایید مبارک کنید و سجده نمایید و به حضور آفرینده خود خداوند زانو زنید، زیرا که او خدای ماست و ما قوم بالای گله دستای او می باشیم. آمین. خداوند شکرت می کنیم. مرسی خداوند که امروز خداوند می خواهی یک چیز اصلی در قلب ما به وجود بیاریم، فیتیله های نیم سوزا رو ما رو خداوند دوباره روشن کنی، که چشم از خودمون ورداریم خداوند، بلکه به تو نگاه کنیم، به کارهایی که کردی و اصل کار تو عیسی مسیح روی صلیب بود، چه کارهایی کردی که ما رو نجات بدی، و نگاه کنیم و باور کنیم به محبت تو پدر جان، که تو با ما مثل فرزند رفتار میکنی، و باور کنیم که ما رو خیلی جدیتر گرفتی از ما از تو گرفتیم خداوند. بیا خداوند هر نوع فکرای منفی، هر نوع خداوند دیدهایی که ما داریم از خودمون، از تو دعا میکنیم خداوند در این پرستش که میریم واقعا همه چی شکست بخوره، هر چیزایی که فکرایی که از تو نیست شکست بخوره خداوند، و تو یه چیز تازه‌ای در زندگی ما بنا کنی خداوند. بیا روح القدس، بیا خداوند، الان زمان رو به دستای تو میسپاریم و تو هدایت کن خداوند. هللویا. همینطور که در حال دعا هستیم خودتون دعا کنیم و من آماده میکنم.